با سلام به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید. عصر روز پنجشنبه یازدهم دی ماه یک بسیجی و یک معلم به ضرب گلوله افراد مسلح در شهرستان سرباز سیستان و بلوچستان کشته شدند خبرگزاری دولتی ایران ایرنا از قول یک مقام آگاه نوشته که عیسی شهرکی زاد، معلم بومی ساکن روستا و ادهم صبوری یکی از اعضای بسیجی بلوچ سنی مذهب هنگامی که در صف نانوایی بودند هدف حمله قرار گرفتند سرتی حسین رحیمی فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفته علاوه بر نیروی انتظامی سپاه پاسداران و اداره اطلاعات محل نیز فعالیت گسترده ای را برای دستگیری عاملان این حمله آغاز کردند خبرگزاری دولتی ایران می نویسد که از ابتدای امسال تا کنون دو معلم دیگر به نامهای جواد نوروزی و رضا سرگزی در جنوب سیستان و بلوچستان کشته شدند استان سیستان و بلوچستان با دو کشور افغانستان و پاکستان هم مرز است و از سالها قبل صحنه درگیری مسلحانه قاچاقچیان مواد مخدر با نیروهای انتظامی ایران بوده است گروه جیش العدل در روزهای اخیر ادعا کرده که در بخشهایی از استان سیستان و بلوچستان به حملاتی دست داده و چند نفر را کشته است پلیس ایران از کشف بیش از 3000 کیلو مواد مخدر ظرف 24 ساعت در استان یزد خبر داد به گفته وی این مواد مخدر دو با در دو دستگاه واندبار بار جاسازی شده بود سردار منوچهر امان اللهی فرمانده انتظامی استان یزد همچنین گفت از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 19 هزار کیلو انواع مواد مخدر در استان یزد کشف شده است به افسود که این رقم که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 32 درصد رشد را نشان میدهد اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام ایران در یک سخنرانی در دانشگاه تهران از صدا و سیما انتقاد کرد او این مجموعه را که زیر نظر رهبر ایران اداره می شود متهم کرد که علائم تفرقه پخش می کند هاشمی رفسنجانی در سخنانی گفت به وجود آوردن تفرقه خدمت به انقلاب و کشور نیست و این تفرقه ها خدمت به کشور و انقلاب نمی باشد حاشمی رفسنجانی همچنین دروغ، ظلم و زندان بی جهت را از عوامل تفرقه دانست و گفت ما باید تفرقه های بی خودی را که علیه یکدیگر درست می کنیم و این همه بیانی و تهمت ها و ظلم هایی که می شود و افراد را زندان می بریم را کنار بگذاریم آقای رفسنجانی هشدار داد که نتیجه این تفرقه به ضرر هر دو طرف خواهد بود مشاور کانون عالی انجمنهای سنفی کارگران ایران ماده 18 الحاقی مجلس به لایحه خروج از رکود اقتصادی را زمین ساز ستم بیشتر به کارگران دانست مجید درویش در این باره به این لا گفت نمایندگان مجلس با تغییرات اعمالی در لایحه خروج از رکود میخواهند قدرت اخراج کارگران را به صورت مطلق به کارفرمایان واگذار کنند آن هم به این بهانه که بیمه بیکاری از کارگران اخراجی حمایت مالی میکند در حالی که بیمه بیکاری برای پرداخت مقرری به کارگران بیکار انواع محدودیت ها را اعمال میکند حسن تایی معاون وزیر کار ایران میگوید هفت میلیون بیکار و الاف در کشور داریم که نه شغل دارند نه مهارت و به دنبال اشتغال هم نمیگردند در همین راستا به گفته مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در فصل پاییز دو پنج دهم ده درصد بوده که نسبت به تابستان افزایشی یک درصدی را نشان می دهد. معاون وزیر تعاون کار و رفای اجتماعی از خیلی میلیونی افراد اللاف در کشور و مشکل ساز بودن این گروه از بیکاران برای اقتصاد ایران سخنانده است. حسن تایی در نورد گفت که هفت میلیون بیکاره در ایران فاقد هر گونه درآمد یا مهارت هستند اما به دنبال اشتغال هم نمی روند. خبرگزاری ایلنا به نقل از حسن تایی نوشت در اصطلاح خارجی به این گروه از بیکاران نت گفته می شود که در دوره‌ای به دنبال کار می روند اما پس از مدتی به صورت ابر پراکنده شده و خبری از آنها نیست و در اصطلاح آمیانه به آنها الاف گفته می شود. معاون وزیر کار افزوده که این گروه بیکارگان می توانند برای بازار کار و اقتصاد ایران مشکل ساز شوند و لازم است راهکاری برای مهارت آموزی و اشتغال آنها اندیشیده شود. تا این را هم گفته که یک میلیون و هزار فرصت شغلی در بازار کار ایران در دست افغان هاست. این گروه از اتباع خارجی فرصت های شغلی سخت را در اختیار دارند که به نظر می رسد در ایران کمتر به این نوع مشاغل علاقه مندند. افغانهای حاضر در ایران در مشاغل سختی چون دامداری و چوپانی، مرغداری، بنایی و یا چاهکنی مشغول می شوند. علی ربیعی وزیر کار ایران پیشتر گفته بود که صدها هزار نیروی جویای کار تحصیل کرده اما غیر ماهر در ایران وجود دارند. او با انتقاد از فرهنگ سرمایهگذاران در بهرهوری یک شبه اذعان کرده بود که 50 درصد متقاضیان کار در ایران فاقد مهارت‌های حرفه‌ای هستند. همزمان با معاون وزیر کار، مشاور ربیعی نیز اعلام کرده که هر دقیقه به طور میانگین بیش از یک نفر به بازار کار ایران اضافه می‌شود که معمولاً تحصیل کرده دانشگاهی است. خبرگزاری تصنیم به نقل از مسلم خانی نوشت باید فرصت های برابر اشتغال ایجاد شود و شانس دسترسی افراد به مشاغل متناسب با تخصص آنها باشد و رانت شغلی مثبت یا منفی نداشته باشیم که در حقوق کار و در سطح بین الملل روی آن تاکید می شود. در همین راستا، نتایج جدیدترین آمارگیری مرکز آمار ایران نشان می دهد نرخ بیکاری در ایران بار دیگر افزایش داشته است. به گزارش این مرکز ده ممیز پنج درصد جمعیت فعال در کشور بیکار هستند. این رقم حاکی از افزایش یک درصدی نرخ بیکاری نسبت به فصل تابستان است. به گفته مرکز آمار ایران شمار بیکاران در پاییز امسال دو میلیون و پانسد و بیست زار نفر بوده است. بیش از دو میلیون نفر از این افراد در مناطق شهری و بقیه در مناطق روستایی ساکن هستند. در این گزارش نرخ بیکاری برای زنان در این فصل 20 ممیز 3 درصد و برای مردان 8 ممیز 7 درصد ذکر شده است. در این میان نرخ بیکاری در مناطق شهری با 11 ممیز 7 درصد بالاتر از مناطق روستایی با 7 ممیز 4 درصد بوده است. گزارش مرکز آمار ایران همچنین حکایت از افزایش نرخ بیکاری در میان جوانان 15 تا 29 ساله را دارد. نرخ بیکاری در این گروه 21 درصد ذکر شده است که در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی این آمار با فصل مشابه در سال گذشته افزایش دو دهم درصدی و با فصل قبل از آن افزایش یک ممیز شش درصدی را نشان می دهد. سهم اشتغال به ترتیب در بخش خدماتی، 48 ممیز 8 درصد صنعت 34 ممیز 4 درصد و کشاورزی 16 ممیز 8 درصد ذکر شده است استان کرمانشاه با 15 ممیز 3 درصد و استان مرکزی با 5, .5 درصد بیشترین و کمترین نرخ بیکاری را در میان استانهای ایران دارند در تعریف مرکز آمار فرد شاغل به افراد ده سالی یا بیشتر گفته می شود که حداقل یک ساعت در هفته کار کرده یا بنا به دلایلی به طور موقت کار را ترک کرده باشد. بسیاری از کارشناسان آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران را خلاف واقع دانسته و میگویند روشهای اعمال شده در این آمارگیریها تطابقی با استانداردهای جهانی ندارند. بر اساس معیارهایی که در این آمارگیری های تعریف شده، بیکار به کسی گفته می شود که در هفته زمان آمارگیری شغلی نداشته و از سه هفته پیش از آن نیز جوی کار بوده باشد. طبق این تعریف، شخصی که در طول هفته برای نمونه یک ساعت کار کرده باشد، شاغل به حساب می آید. با توجه به همین موضوع، کارشناسان بر این باورند که میزان افراد بیکار در ایران بسیار بیشتر از میزان رسمی اعلام شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر موفق شد به مقام ریاست حزب لیکود انتخاب شود. یک سخنگوی حزب لیکود اعلام کرد که آقای نتانیاهو با کسب 80 درصد آرا توانست دنی دانان رقیب دست راستی خود در این حزب را شکست دهد. بنیامین نتانیاهو با این پیروزی راه را برای رسیدن مجدد به مقام نخست وزیری در انتخابات سراسری اسرائیل هموار کرد. انتخابات اسرائیل قرار است 26 اسفند ماه سال جاری برگزار شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای نتانیاهو در نطخ پیروزی خود گفت که حزبش با نفراتی که در اختیار دارد شایسته پیروزی مجدد در انتخابات آینده است. پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیکا به مناسبت روز جهانی صلح خواستار پایان همه جنگ ها و آغاز صلح در جهان شد رهبر مذهبی کاتولیکا ضمن ابراز و امیدواری از اینکه سال 2015 سال صلح جهانی باشد افزود باید همیشه تعهد برای صلح و برادری میان ملت ها باشد پاپ هفته گذشته نیز در آستانه جشن کریسمس در نامه خطاب به مسیحیان خاورمیانه اقدامات داعش را غیر انسانی خواند و از رهبران دینی خواست تا تروریسم را بدون توجیه و ابهام و با قاطعیت محکوم کنند خانواده یک نوجوان 14 ساله که سال گذشته در جریان اعتراضات به تخریب پارک کزی در استانبول در اثر اصابت گروله گاز اشکاور به سرش به کما رفته و بعد از 269 روز درگذشته بود از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به دادگاه شکایت کردند. CNN ترک نوشت خانواده برکین الوان نوجوان کشته شده در جریان اعتراضات پارک کزی در شکایت نامه خود به دادگاه استانبول رئیس جمهور ترکیه را به دلیل تهیج نیروهای پلیس برای سرکوب معترضان در قتل فرزند نوجوانشان مقصر دانسته و از او مبلغ یک میلیون یورو قرامت خواستند اردوغان در آن زمان نخست وزیر ترکیه بود و معترضان را آشوب گرخانده و از پلیس ترکیه خواسته بود که معترضان را سرکوب کند بر اساس قوانین در بسیاری از کشورها از جمله ترکیه مقامات ارشد دارای مسئولیت قضایی هستند معاون وزیر خارجه ایران میگوید که اگر عربستان سعودی اقدامی در جهت بالا بردن بهای نفت نکند کشورهای خاورمیانه آسیب خواهند دید حسین امیر عبداللهیان همچنین بر تعهد ایران در زمینه ادامه حمایت از دولت بشار مدعی شد آمریکا در اصل نمیخواهد گروه داعش را از بین ببرد معاون وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت که عدم همکاری عربستان در زمینه جلوگیری از کاهش قیمت نفت یک خطای استراتژیک خواهد بود و تهران مذاکرات بیشتری با ریاض در این زمینه انجام می دهد. حسین امیر عبداللهیان معاون کشورهای عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران در این مصاحبه اختصاصی گفته است اگر عربستان تولید نفت خود را کاهش ندهد کاهش قیمتهای جهانی به اقتصاد کشورهای خاورمیانه میانه صدمه خواهد زد. به گزارش رویترز وی گفت که بی تحرکی عربستان در مواجهه با افت چشمیر قیمت نفت طی شش ماه گذشته یک خطای استراتژیک است و اظهار امیدواری کرد که عربستان در مواجهه با این وضعیت سکوت نکند گفتنی است که عربستان سعودی بارها تاکید کرده است تولید خود را کاهش نخواهد داد چون بلافاصله یکی از کشورهای غیر عضو اوپک مثل روسیه این کاهش را پر می کنند. وزیر نفت سعودی ان نعیمی اخیرا گفته بود کاهش بهای نفت موقتی است و به زودی نفت بهای سرقمی خود 100 دلار باز خواهد گشت. قیمت های جهانی نفت هم اکنون به کمترین میزان خود از سال 2009 رسیده است و عدم تفاهم 12 عضو اوپک برای کاهش سقف تولید در ماه نوامبر باعث ایجاد شک دیگر در بازار و سرعت گرفتن کاهش قیمت نفت شد. قیمت نفت از 110 دلار در تابستان امسال به زیر 60 دلار سقوط کرده است. قیمت نفت برنت در روز پنجشنبه به 57 دلار و 33 سنت و قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت نفت پای آمریکا به 53 دلار و 27 سنت رسید. ایران و ونزوئلا به شدت بر کاهش تولید اوپک تاکید دارند در حالی که عربستان میگوید کاهش تولید این سازمان باعث خواهد شد که دیگر تولید کنندگان نفت جای خالی نفت اوپک در بازارهای جهانی را به سرعت پر کنند. امیر عبداللهیان می گوید که چندین دلیل برای افت قیمتهای جهانی نفت وجود دارد اما ریاض می تواند در این زمینه نقش سازنده ای ایفا کند. به گفته وی اگر عربستان به توقف کاهش قیمت نفت کمک نکند این کار یک خطای جدی خواهد بود که نتایج منفی آن دامنگیر همه کشورهای منطقه خواهد شد. رویترز می که اظهارات معاون وزیر امور خارجه ایران درباره موضوع وجود میان ایران شیعه و عربستان سنی را که برای نفوذ در منطقه به رقیب هم تبدیل شده اند برجسته کرده است. اگرچه امیدها به ایجاد روابط حسنه میان دو کشور از زمان روی کار آمدن حسن روحانی در یک و نیم سال گذشته افزایش یافته بود امیر عبداللهیان در ادامه گفته که ایران درباره قیمتهای نفت با عربستان مذاکرات بیشتری انجام خواهد داد چه در سطح وزیران خارجه و چه در سطح وزیران نفت با این حال وی از دادن توضیحات بیشتر درباره جزئیات و زمان مذاکرات خودداری کرد معاون وزیر امور خارجه ایران همچنین آنچه را مداخله نظامی عربستان در بحران بحرین از سال 2011 دانسته به شدت مورد انتقاد قرار داد. عربستان سعودی، امارات و کویت در التزام به پیمان دفاعی امنیتی بین دولتهای عضو شورای همکاری های خلیج فارس نیروی محدودی برای کمک به ارتش کوچک و نیروهای امنیتی بحرین به این کشور فرستادند. و این در حالی است که رژیم ایران هزاران تن از افراد سپاه پاسداران و بسیج را در حمایت از رژیم بشار اسد علیه مخالفانش به سوریه اعزام کرده است که هیچ مرز مشترکی با ایران ندارد آقای عبداللهیان گفته که ادامه بازداشت شیخ علی سلمان رهبر شیعیان بهرین برای این کشور عواقب جدی خواهد داشت. دولت بهرین، ضمن محکوم کردن مداخلات جمهوری اسلامی در امور داخلی بحرین دیروز از رژیم ایران خواست بهتر است حقوق سلب شده ملت ایران را به ملت پس دهد و به جای دخالت در امور دیگران به فکر شهروندان خود باشد. رویترز می‌نمی‌رسد که رویارویی و ایراد اتهامات دو جانبه عربستان و ایران تنها به موضوع بحرین خاتمه نمی‌یابد. بلکه دو کشور در سوریه، عراق، لبنان و یمن نیز از جناهای مخالف حمایت می کنن. این مقام وزارت امور خارجه ایران همچنین درباره حملات ائتلاف به رهبری آمریکا به مواضع گروه حکومت اسلامی داعش سابق در عراق و سوریه گفته است که آمریکا واقعا خواهان نابودی این گروه نیست. به گفته ای وی آمریکا نمیخواهد داعش را نابود کند و نه خواهان تضعیف آن است بلکه تنها میخواهد این گروه را تحت کنترل خود نگه دارد این ادعای امیر عبداللهیان نیز همچون دیگر ادعاهایش اساس و پایه‌ای ندارد آمریکا همراه با اعتلافی از کشورهای غربی و عربی طی چند ماه گذشته حملات هوایی به مواضع داعش را آغاز کردند و تا کنون مناطقی در عراق از کنترل این گروه تندرو اسلامی خارج شده است رویترز می که ایران نیز نیروهای سپاه پاسداران را برای کمک به دولت شیعه عراق در مبارزه با داعش به این کشور اعزام کرده است با این حال امیر عبداللهیان انجام حوالات هوایی نیروهای ایرانی علیه مواضع داعش را رد کرد وی گفته که آمریکا باید در زمین ابتکار عمل مبارزه با داعش را در دست می گرفت در حالی که حملات هوایی آمریکا کار جدی نبوده است این مقام ایرانی آمریکا را متهم کرد که یک روز از داعش حمایت می کند و روز دیگر علیه تروریسم اقدام می کند آمریکا برخلاف ادعای وی هیچگاه از داعش حمایت نکرده است بلکه این رژیم اسلامی و متحد سوریش هستند که در گذشته داعش را در سرکوب کردن نیروهای ارتش آزاد سوریه به طور آشکار یاری دادند. امیر عبداللهیان از تحریم های تازه آمریکا علیه افراد و شرکت های ایرانی نیز انتقاد کرد و گفت که این قبیل اقدامات بر مذاکرات هسته‌ای تأثیر منفی خواهد گذاشت. آمریکا و کشورهای غربی بر اساس توافق هسته‌ای ژنو متحد شدند که تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع نکنند اما تحریم افراد یا شرکت‌هایی که تحریم‌های موجود را دور می‌زنند یا نقض می‌کنند در دستور کار قرار دادند در آخرین مورد وزارت خزانهداری آمریکا روز نهم دی تعداد نه فرد و شرکت جدید را در رابطه با نقض تحریم‌های ایران به لیست سیاه خود اضافه کرد کازم صدیقی امام جمعه موقت تهران میگوید مشروعیت رئیس جمهور به رأی اکثریت مردم نیست و آنچه در قانون اساسی آمده همه اختیارات ولی فقیه نیست و ولایت است که در قانون اساسی به آرای عمومی و صندوق رأی اعتبار داده است این روحانی اضافه کرده بحث هایی که سکولارها درباره ولی فقیه مطرح می کنند ضد مصالح بشر است و ما معتقدیم غیر خدا کسی حق حاکمیت بر کسی را ندارد احمد میر امادی نماینده خامنه ای در استان لرستان گفته مردم ایران به ادب و تربیت بیش از نان و آب نیازمند هستند این روحانی محافظ کار جایگاه مسائل تربیتی با... میگوید جایگاه مسائل تربیتی بالاتر از معیشتی است و افسوده امروز باید شیعیان نسبت به تربیت نسلی پویا و توانمند و عادل در جامعه تلاش کنند این اظهارات نماینده ولی فقی در شرایطی بیان شده که روحانیون حاکم بر ایران بیش از چهار سال است نسبت به تغییر سبک زندگی مردم ایران ابراز نگرانی کردند رضا تقوی مسئول شورای همگرایی اصولگرایان از اینکه برخی اصولگراها حاضر نیستند کنار یکدیگر نشسته و با هم صحبت کنند اظهار تأسف کرده است اصولگرایان برای در اختیار گرفتن کرسی های مجلس دهم ده در ایران میگویند راهی به غیر از ائتلاف ندارند در همین راستا محمد نبی حبیبی دبیر کل جمعیت معتلفه اسلامی هم گفته است که اصولگرایان فقط و فقط باید به اعتلاف فکر کنند جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی از تشکرهای سیاسی اصولگرای جمهوری اسلامی ایران است ارتباطات زیادی میان این جمعیت و نهادهای نظامی وجود دارد حسین فدایی از ابتدا تا کنون دبیر کلی این جمعیت را بر داشته است در ادامه تحولات اخیر فدراسیون فوتبال ایران ظاهرا مربی پیشین تیم ملی امید به صورت یکی از کارمندان زن فدراسیون سیلی زده است اگرچه همسر این مربی موضوع را تکذیب کرده اما دوربین های مداربسته صحنه را ثبت کردند ماجرا به تجمع اعتراضی کارمندان فدراسیون فوتبال ایران در مقابل دفتر علی کفاشیان رئیس فدراسیون مربوط می شود. در روزهای اخیر در ادامه تغییرات در فدراسیون فوتبال اخباری مبنی بر برکناری قریب الوقوع نبی دبیر کل فدراسیون و جانشین احتمالی وی منتشر شده است. البته برخی منابع داخلی تجمع یاد شده را سازماندهی شده عنوان کردند. به نوشته وبسایت ویب تابناک، پس از سخنرانی کفاشیان و نبی و پایان تحسن اعتراضی زهر حراتیان در حال رد شدن از مقابل دفتر خانم الف کارمندان تحسن کننده را بیشعور خطاب کرده است. خانم الف کارمندی است که میگوید از مربی پیشین تیم امید سیلی خورده است. زهر هراتیان مشاور رئیس فدراسیون در امور بانوان و همسر هومن افاضلی مربی پیشین تیم ملی امید است خانم الف با بیان اینکه به همراه چند تن از کارمندان به هراتیان انتقاد کرده گفته است کمی بعد از این ماجرا بود که به یک باره صدای اربدکشی کشی یک نفر در اتاق من شنیده شد. تا به خودمان آمدیم آقای افازلی خیلی عصبانی وارد دفتر شدند و من را به دیوار چسباندند و به صورت من سیلی زدند و گفتند که چرا به همسر من فهاشی کردی؟ در حالی که همه کارکنان شوکه شده بودند آقای افازلی را به زور در حالی که باز هم تلاش میکرد به من حمله کند از اتاق خارج کردند. در همین حال ظهر هراتیان همسر افاضلی سیلی زدن همسرش به صورت کارمند زن فدراسیون را رد کرده است خبرگزاری فارس به نقل از هراتیان نوشت در روز درگیری وی از موضوع دیگری ناراحت بوده اما برخی فکر کردند که هراتیان با کارمندان تجمع کرده همدل نیست این خبرگزاری به نقل از هراتیان نوشت آنجا یکی دو نفر بودند که جو را ملتهب و بعضی را تحریک می کردند و به من لقب پاچه خار می دادند. همسر مربی پیشین تیم ملی امید ماجرای سیلی خوردن را اینگونه روایت کرده است. وقتی به هتل المپیک رفتم تا پیش هومن افاضلی همسرم بروم تلفنم زنگ خورد که اشتباها تلفن من روی اسپیکر یا بلندگو رفت و خانومی که آن طرف خط بود شروع به فهاشی به من و خانواده هم کرد و سریعا تلفن را قطع کردم اما هومن همه چیز را شنید و از این مسئله ناراحت شد مطالبی که به همسرم نسبت داده شده کذب محض است چرا که هومن افاضلی پس از انتخاب سرمربی تیم امید با فدراسیون فوتبال قهر کرده و حتی به کوچه فدراسیون هم نمی آید. هراتیان تصریح کرده که حراست فدراسیون مسائل را پیگیری می کند. خانم الف در واکنش به موزگیری زهرا هراتیان به خبرنگار تابناک گفته است من تعجب می کنم که خانم هراتیان چگونه این مسئله را از بیخ و بون تکسیب می کنند در حالی که دوربین های مداربسته فدراسیون همه چیز را ضبط کرده و یک نسخه از آن هم الان در اختیار حراست قرار دارد. فدراسیون فوتبال ایران در روزهای اخیر شاهد تغییر چند مهره کلیدی بوده است. پس از برگزاری مجمع عمومی فدراسیون در روز شنبه، علی کفاشیان ابتدا فریده شجاعی را از عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال کنار گذاشت. یک روز بعد، احمد هاشمیان به دلیل ابهامات مالی مطرح شده، از ریاست کمیته پزشکی فدراسیون برکنار شد. در ادامه هم خبر استعفای هادی آیت اللهی نائب رئیس اول فدراسیون فوتبال منتشر شد. در این میان اخباری مبنی بر برکناری قریب الوقوع محمد مهدی نبی نیز پخش شد. انتشار همین خبرها به تجمع اعتراضی در فدراسیون و سیلی خوردن خانم علف انجام میدن. حتی در آستانه برگزاری مجمع عمومی فدراسیون گفته میشد که ممکن است موضوع برکناری کفاشیان از ریاست فدراسیون هم در مجمع مطرح شود. هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران مدتی است کمیته ای را مسئول بررسی تخلفات مالی احتمالی در فدراسیون کرده است. قرار بود نتایج بررسی های این کمیته در مجمع اخیر مطرح شود، امری به وقوع نپیوست. همکاری فدراسیون با شرکت افق سبز، مجری قراردادهای بازرگانی فدراسیون و شرکت ایفا، نماینده انحصاری خدمات پزشکی لیگ برتر از موارد اپان برانگیز است. به نوشته روزنامه شهروند علی کفاشیان، محمد مهدی نبی و احمد هاشمیان در این شرکتها ها عضو هستند. بخشی از تحقیقات هم معطوف به مصطفی تباتباییان مدیر اداری و مالی فدراسیون و برادر همسر علی کفاشیان است وزیر ورزش پیش از این گفته بود هزینه سفرهای خارجی فردی از بستگان رئیس یکی از فدراسیون‌های ورزشی سالیانه 450 میلیون تومان است. این فرد در عین حال برای سفرهای غیر ضروریش سالیانه نزدیک به 400 میلیون تومان هم حق مأموریت دریافت می کند. برخی رسانه ها با توجه به توضیحات محمود گودرزی وزیر ورزش نوشتند که منظور وی مصطفی تبا مدیر اداری و مالی فدراسیون و برادر همسر علی کفاشیان بوده است. پلیس کانادا اعلام کرد تیراندازی در یک مهمانی به مناسبت سال نو میلادی در شهر کارگری واقع در جنوب آلبرتا هفت زخمی بر جای گذاشت که حال دو تن از آنها وخیم است به گزارش خبرگزاری فرانسه پلیس کانادا افزود عاملان تیراندازی پس از گشودن آتش از محل متواری شدند و هیچ یک جزو زخمی شدگان نیستند در همین راستا یک منبع آگاه به خبرگزاری فرانسه گفت ظاهرا مهاجمان با یک خودرو محل را ترک کردند هنوز مشخص نیست تعداد مهاجمان چند نفر بوده و دلیل این تیراندازی چه بوده است نتایج یک پژوهش تازه نشان میدهد که اکثر موارد ابتلا به سرطان تنها ناشی از بدشانسی افراد است نه حتی سبک زندگی مشکلات ژنتیکی یا رژیم غذایی مجله علمی معتبر ساینس در آخرین شماره خود نتیجه تحقیقات یک تیم پژوهشی در دانشگاه جانز هاپکینز جانز هاپکینز آمریکا را منتشر کرده که نشان میدهد علت اصلی بروز سرطان در انسان بیشتر جهش تصادفی در دی این ای هنگام فرایند تقسیم سلول های بدن است این پژوهش باستابی گسترده در رسانه های جهان داشته است این پژوهش میگوید که این اشتباه در تقسیم سلول‌ها یا جهش تصادفی عامل بروز دوم دو سوم از سرطان هاست در حالی که یک سوم باقی مانده ناشی از عوامل محیطی یا های ارسی معیوب است با وجود این پژوهشگران هشدار دادند که سبک زندگی نامناسب و رفتارهایی چون سیگار کشیدن نیز می‌تواند به عامل بدشانسی اضافه شود سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که در سال 2014 بیش از 76 هزار در جریان جنگ داخلی سوریه کشته شدند گزارش دیگری حاکی است که 15538 نفر نیز در عراق کشته شدند پیشتر سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که جنگ داخلی سوریه از زمان آغاز آن 191 هزار تلفات جانی در بر داشته است. منابع دولتی عراق به خبرگزاری فرانسه گفتند که حداقل 15 هزار شهروند عراقی در سال 2014 در جنگ داخلی این کشور جان خود را از دست دادند. این ارقام تلفات جنگی توسط وزارت بهداشت و سلامت، وزارت کشور و وزارت دفاع کشور عراق تایید شدند و عامل اصلی این کشتار جنگ های اعتلاف شیعه و سنی با گروه داعش اعلام شده است. تلفات جانی سال 2014 به نسبت سال 2013 در عراق که نزدیک به 7000 نفر کشته شدند دو برابر افزایش داشته است. این رقم بالاترین آمار تلفات جانی در هفت سال گذشته است. در سال 2007 جنگ های شیعه و سنی در عراق جان نزدیک به 18 هزار عراقی را گرفت. سال 2014 خونین ترین سال جنگ داخلی سوریه بود و بالاترین آمار تلفات جانی را از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 از آن خود کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه به خبرگزاری فرانسه گفت که بیش از 76 هزار نفر در سال 2014 در جنگ داخلی سوریه کشته شدند، که در میان آنها 3327 نفر غیر نظامی و بیش از 3500 نفر کودکند. سازمان ملل متحد در ماه اوت 2014 اعلام کرد که جنگ داخلی سوریه از زمان آغاز آن 191 هزار تلفات جانی در برداشته است. اما فعالان حقوق بشری میگویند که رقم حقیقی کشته شدگان از رقم تایید شده توسط سازمان ملل احتمالاً بالاتر است. سال 2014 برای دولت مرکزی عراق در بغداد شروعی خونین داشت و این دولت بخشهایی از استان سنی نشین رمادی از جمله شهر کلیدی فلوجه را در جنگ با شبه نظامیان جهادی که در آن دوران خود را دولت اسلامی عراق و شام یا داعش می‌خواندند از دست داد. در ماه اوت 2014 تهاجم‌های نظامی گروه دولت اسلامی به مناطق کردنشین در عراق و سوریه تشکیل اعتلاف ضد گروه دولت اسلامی را به دنبال داشت. فشارهای نظامی گروه دولت اسلامی در شمال نیروهای خودمختار کرد را متحد کرد و کمپین حملات هوایی به رهبری ایالات متحده آمریکا علیه گروه دولت اسلامی آغاز شد. در سال 2014 نیروهای نظامی ارتش و پلیس عراق، نیروهای نظامی مناطق کردنشین، نیروهای مستقل کرد، شبه نظامیان شیعه و قبایل سنی در جنگ با گروه دولت اسلامی با هم ائتلاف کردند. اما تا کنون بخش قابل توجهی از کشور عراق از کنترل بغداد خارج باقی مانده است. در سوریه نیز تظاهرات دموکراسی خواهان در برابر رژیم بشار اسد در سال 2011 با سرکوب خشونت آمیز نیروهای نظامی دولت مواجه شد پس از این اعتراضات نیروهای نظامی مختلفی به جنگ با نیروهای بشار اسد پرداختند که در میان ها گروه داعش قدرت گرفت و در خلع قدرت دولت مرکزی توانست در سال 2014 نزدیک به یک سوم خاک سوریه را به تصرف خود درآورد. شهر رقه در 160 کیلومتری در شرق حلب اکنون پایتخت گروه دولت اسلامی محسوب می شود که در سال 2014 مورد حملات سنگین هوایی نیروهای ائتلاف علیه داعش از جمله ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. به پایان خبرهای امروز رسیدیم با تشکر از همراهی شما خدا نگهدار